سلام، من محسن هستم، اینجا هم آگرانه. خب اینجا ما قراره که در مورد عکاسی آنالوگ و چیزهای مرتبط با اون صحبت کنیم. فقط قبلش میخوایم که یه نگاهی داشته باشیم به تاریخچه عکاسی و اینکه اصلا چی شد عکاسی شروع شد و از اون ور اینکه چه چیزهایی هستن که تو دوربین مهمن و خوبه که ما اونا رو بلد باشیم. از قرن 16 میلادی نقاشا واسه اینکه بهتر بتونن نقاشی رو طراحی کنن از یه وسیله استفاده میکردن به نام کامرا ابسکورا که معنی دقیقش میشه اتاق تاریک. به این صورت که روی دیوار روبروی اون منظره‌ای که میخواستن طراحی بکنن یه سوراخ ایجاد میکردن و اتاق پشت اون دیوار رو هم تاریک میکردن و کل اون منظره به صورت برعکس و فلیپ شده میافتاد روی دیوار روبروی اون دیواری که سوراخ کرده بودن. از اون طرف هم از طرف های قرن 18 میلادی بود، مثلا سال 1717 بود که آقای شولتزه آلمانی فهمید که اگه نور به یه سری از املاح نقره بخوره روشون تأثیر میذاره و رنگشون رو تغییر میده. سال 1802 بود که آقای وجوود انگلیسی و همکارش آقای دیوی موفق شدن که یه سری نتایج بهتر و شفافتر روی سطح‌های حساس شده با نیترات نقره به دست بیارن، ولی نتونستن یه کاری کنن که این پایدار بمونه و به هوا حساس نباشه. تا اینکه بین سالهای 1822 تا 1826 یه دانشمند فرانسوی که واقعا نور به قبرش بباره واسه این اختراعش به نام آقای جوزف نیسپور نیپس موفق شد که اولین تصویر رو با استفاده از همون کامرا ابسکورا که گفته بودیم ثبت کنه. منتها اینجوری نبود که مثلا یه دکمه بزنه نتیجه در بیاد. 8 ساعت داشت نور میداد. بعد اون موقع هم بهش نمیگفتن عکس. خود آقای نیپس اسمش رو گذاشته بود هلیوگراف که این از ترکیب دو تا واژه یونانیه، هلیوس به معنی خورشید و گراف به معنی نقاشی کردن به دست اومده. اینجا عکاسی به صورت رسمی به دنیا اومد. حالا تاریخ عکاسی رو ما اگه بعداً دوباره وقت کردیم توی اپیزود جداگانه بهش میپردازیم. بس دیگه بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. بریم که ببینیم دوربینا چه دسته هایی دارن و چه پارامترهایی دارن که مهمه و باید درباره‌شون بدونیم. ما واقعا تمام تلاشمون رو کردیم که مشخص نباشه، ولی خب از اون چند دقیقه پیش تا الان که دیدین یه دو سه هفته گذشته، قیمت دلار بیشتر شده، من دیگه ساعت ندارم. اتاق تاریکو که یادتونه گفتیم اون سوراخی که رو دیوار اتاق تاریک هست خیلی برریز باشه تا اون تصویری که رو پرده تشکیل میشه واضح باشه. منتها چون نور کمی به پرده میرسه باید مدت زمان نوردهیمون رو طولانی کنه. خب حالا ما اگه بخوایم مدت زمان نوردهیمون رو کمتر کنیم باید بتونیم که سایز سوراخمون رو بزرگتر کنیم دیگه، درسته؟ اتفاقی که میفته اینه که وقتی سایز سوراخ رو بزرگتر میکنیم تصویر شروع میکنه به تار شدن. اینجا میایم از یه سری عدسی استفاده میکنیم که نور رو هدایت میکنن و تصویر رو همچنان برای ما واضح نگه میدارن. لنز میشه ترکیب این دوتا. دیافراگم لنز در واقع همون دهانه یا سوراخمونه که با تغییر اندازش داره بزرگی و کوچیکی سوراخمون رو تعیین میکنه و یه مجموعه از عدسی های محدب و مقعر هم هستن که نور رو هدایت میکنن و به ما کمک میکنن تا تصویر رو واضح روی پرده تشکیل بده. از طرف دیگه ما دوست داریم مدت زمانی که نور به پردمون میرسه رو هم بتونیم کنترل کنیم. به چیزی که توی دوربین این کارو واسمون انجام میده میگیم شاتر. مثلا دوست داریم چه میدونم 1/60 به پردمون نور برسه یا 2 ثانیه یا 10 ثانیه یا اصلا هر چقدر که دلمون میخواد. یه چیز دیگه هم که دوربینمون باید داشته باشه ویزور یا ویو فایندر، یا تو فارسی گویا بهش میگن منظره یاب. ویو فایندر که خب انگلیسیه، ویزور هم از فرانسوی وارد کردیم دیگه. کلن کلمه از فرانسوی زیاد گرفتیم، مثلا همین ویزور، دکلانشور، فلو یا روتوش احتمالاً شنیدید. حالا کار ویزور چیه؟ خب شما توی جعبه تاریک نیستین دیگه طبیعتاً، در نتیجه تصویرتون رو نمیتونین ببینین، در نتیجه یه راهی نیاز دارین تا بتونین ببینین که اطرافتون چه اتفاقی داره میفته و بتونین قاب ببندین و اون تصویری که دوست دارین رو ثبت کنین. حالا که میدونیم اینا چیان بریم دقیق‌تر بررسیشون کنیم و ببینیم که هر کدومشون چه پارامترهایی دارن. خب من می‌خواستم فاضل کانی یه جور دیگه بگم، متأ دیدم جلوتر پویا قرار مفصل‌تر توضیح بده، واسه همونم واسه همونم گفتم که یه جور دیگه بگمش. دیگه نیست کسی؟ ببینید هر لنزی مثل این لنزی که اینجاست، مثلا این بهش میگن لنز 50 1/4، یعنی روشو که نگاه کنی نوشته 50 میلی‌متر 1/4. این عدد فاصله کانونی لنزه، یعنی فاصله کانون مجموعه عدسی های لنز تا سنسور یا فیلم که تصویر روی اون تشکیل میشه. هر چقدر این عدده بره بالاتر فاصله کانونی شما بیشتر میشه و در واقع زاویه دید شما
کوچیک‌تر میشه و تصویرتون به اصطلاح بسته‌تر میشه، اون قاب و کادری که درست روی‌تون هست. هرچی این عدد کوچیک‌تر بشه، زاویه دید شما بازتر میشه و تصویری که می‌بینین یا اون قاب و کادری که درست روی‌تون هست به اصطلاح بازتر میشه. حالا ما میایم بر اساس نزدیک بودن به زاویه دید انسان، یه فاصله کانونی رو به عنوان فاصله کانونی نرمال در نظر می‌گیریم که واسه دوربینایی که با فیلم 35 میلیمتری کار می‌کنن یا مدل دیجیتالشون که میشن دوربینای فول فریم میشه فاصله 50 میلیمتر. حالا اگه لنز ما فاصله کانونیش کمتر از 5 میلیمتر باشه بهش میگیم واید، اگه بیشتر از 5 میلیمتر باشه بهش میگیم تله. یعنی هرچی این عدد بزرگتر بشه لنز شما تله تره و اون زاویه دید شما کمتره، هرچقدر این عدد کمتر بشه لنز شما واید تره و زاویه دیدتون بزرگتره. بریم سراغ عدد دومیه، 1.4. این عدد نشون دهنده بیشترین میزانیه که دیافراگم لنز میتونه باز بشه. برای به دست آوردن این عدد، فاصله کانونی لنز رو اندازه میگیرن و تقسیم بر قطر بزرگترین عدسی لنز میکنن. نتیجهش میشه این عددا به این صورتی که میبینید که اینجا F همون فاصله کانونیه. این عددا یه جوریه که از هر کدوم وقتی میرین رو قبلی یا بعدیش شدت نور دو برابر یا نصف میشه. مثلا شما از F2 که برین رو F1.4 قطرتون داره رادیکال دو برابر میشه، در نتیجه شدت نورتون داره دو برابر میشه، چون مجرور رادیکال دو میشه دو دیگه. کار کرده دیافراگم پس گفتیم میشه تنظیم نوری که داره از لنز عبور میکنه. هر چقدر این اعداد کوچیکتر باشن میگیم که دیافراگم بازتره و نور بیشتری داره رد میشه. هر چقدر این عدد کوچیکتر میشن یه کمیتی به نام عمق میدان هم کمتر میشه. یعنی چی؟ فعلا این رو از ما بپذیرین که یعنی وقتی روی نقطه ای فوکوس کردیم اجسام جلو و عقبش سریعتر شروع میکنن از فوکوس خارج شدن. خب ما گفتیم که دوست داریم مدت زمانی که نور به پردمون میرسه رو هم بتونیم کنترل کنیم و اون چیزی که این کارو واسه ما تو دوربین انجام میده رو بهش میگیم شاتر. حالا شاتر رو انواع مختلف دارن که دو نوع رایجش رو بخوایم بگیم، شاتر پرده‌ای یا فوکال پلین شاتره که اینا دوتا پردن که با یه فاصله همونجوری دنبال میکنه، اولی میره بعدی میره، یا نوع دیگه مثلا لیف شاتره یا شاتر مرکزی تیغه‌ای اگه اشتباه نکنم که این توی خود لنزه برخلاف قبل. حالا شاتر رو مثل دیافراگ که دیدیم یه سری عدد دارن، سرعت شاترهای مختلف داریم که به این صورتیه که میبینیم. اینجا فکر کنم دیگه واضح باشه که مشابه با عددهای دیافراگ فاصله این عدد هم یه جوریه که وقتی از روی کدوم میری رو بعدی یا قبلی شدت نور نصف یا دو برابر میشه. هرچقدر که مدت زمان نوردهیتون طولانی تر باشه یا به اصطلاح سرعت شاترتون پایین تر باشه میزان نوری که به سنسور میرسه بیشتره. از طرف یه پدیده به نام موشن بلر توی تصویرتون ایجاد میشه. موشن بلر یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه یه سوژه داخل عکس باشه که داره حرکت میکنه از شارپ بودن و واضح بودن در میاد، دورش انگار که یه سایه ای تشکیل میشه. از اون طرف هر چقدر مدت زمان نوردهیتون کمتر باشه یا در واقع از سرعت شاتر بالاتر استفاده کنی این اتفاقه، یعنی موشن بلر کمتر میشه و تصویرتون شارپتر و واضحتر میشه. مثلا اگه میخواین عکاسی آسمون شب انجام بدین احتمالا از سرعت شاترهای پایین استفاده میکنید چون که مدت زمان نوردهی زیادی نیاز دارید. اگه مثلا بخواین عکاسی خبری یا مثلا عکاسی حیات وحش انجام بدین از سرعت شاترهای بالاتر استفاده میکنید چون که دوست دارید سوژهتون رو به اصطلاح فریز کنید و هیچ موشن بلری نداشته باشه. حالا میریم سراغ سومین و آخرین عامل تاثیرگذار روی نور عکسمون، یعنی میزان حساسیت فیلم یا سنسور دوربینمون، ایزو یا آیسو یا ایزو یا آیسو، نمیدونم هر کدوم که درسته، هر کدوم که شما فکر میکنین درسته. چیه این آیسو؟ The International Organization for Standardization یا اگه لهجه شما بهتره شما بخونید، من نمیدونم. اینجا یه سازمانیه به نام سازمان جهانی استانداردها، کارش هم اینه که استاندارد تایید میکنه. اسمش سازمان جهانی استاندارده، استاندارد پیش چیز میکنم استانداردهای بین المللی واسه اندازه‌گیری‌های مختلف تعیین می‌کنن. منتها وقتی ما میگیم ISO تو عکاسی منظورمون میزان حساسیت فیلم یا سنسور دوربینمون نسبت به نوره. این عددا معمولا توی دوربینای دیجیتالتون اگه دقت کرده باشین از 100 شروع میشن و همینجوری هی دو برابر میشن. هر بارم که دو برابر میشن حساسیت سنسورتون نسبت به نور داره دو برابر میشه. هر چقدر ایزوتون بالاتر باشه درسته که حساسیت به نور سنسورتون بیشتره و در واقع میتونید تو نور کمتر عکسای روشن‌تری بگیریم، ولی از اون طرفم نویز یا گرین فیلم بیشتر میشه و خب این یه وقتایی واقعا میتونه آزاردهنده باشه. اینم بگم که توی دوربینای دیجیتال میشه حساسیت سنسور به نور رو از توی تنظیمات دوربین تغییر داد، ولی برعکسش تو دوربینای آنالوگ
چون که هر حلقه فیلم یه ایزوی مشخصی داره، دیگه واسه تمام عکسایی که روی اون حلقه گرفته میشه ایزو یه عدد ثابته و نمیشه عوضش کرد. واسه اینکه بتونیم یه عکس درست اکسپورت شده ثبت کنیم، نیازه که یه چیز دیگه هم بلد باشیم. نورسنجی. اینکه شما توی اون محیطی که هستین با توجه به میزان نوری که هست و با توجه به حساسیت فیلم یا سنسور دوربینتون، عددهای مربوط به دیافراگم و شاتر رو رو چه عددی باید بذارین تا عکستون یه عکس درست اکسپورت شده باشه. خب ما تو این قسمت هر چیز مقدماتی که لازم داشتیم یا مقدمات هر چیز مقدماتی که لازم داشتیم رو گفتیم. یه سری چیزا مونده طبیعتاً، مثلا اینکه مودهای مربوط به نورسنجی چیان، هر دوربین چه مودهایی داره، اصلا اینا چه معنی دارن، چه کارهایی میکنن، که اونا رو جلوتر اگه صلاح دونستیم خدمتتون میگیم. اگه میخواین یاد بگیرین جوری عکاسی کنین، برین عکس بگیرین. اینجا نمیتونین یاد بگیرین. ولی اگه احساس میکنین که اطلاعاتی که تو این اپیزود دیدین جالب بود و حتی انقدر به دردتون میخورد، ما رو شیر کنین و به دوستانتون هم معرفی کنین و تو اپیزودهای بعدی هم با ما همراه باشین. چون که قرار جلوتر بهتون بگیم که چه جوری دوربین انتخاب کنین، چه فیلمایی انتخاب کنین که باهاشون عکاسی کنین و از همه مهمتر کجا بدین ظاهرشون کنین و خلاصه اینکه چه جوری عکس بگیرین. با ما همراه باشین.